سلام، امروز چهارشنبه دوم بهمن ماه، من شکوفه نبی‌زاده با بسته خبری شبانه 2020 همراه باشید. اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمان نسبت به وقوع بارندگی‌های شدید برف و باران طی روزهای پنجشنبه و جمعه در برخی مناطق جنوب و غرب استان هشدار داد. با توجه به ورود این سامانه بارشی در استان، به تمامی فرمانداری‌ها دستور آماده باش داده شده تا بتوانند اقدامات پیشگیرانه‌ای در وقوع حوادث احتمالی داشته باشند. به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، 38مین جشنواره فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه همزمان با کل کشور در کرمان برگزار می‌شود. نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کشور از مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش 15% حقوق کارمندان در سال 99 و تعیین مبلغ 2,800,000 تومان به عنوان حداقل حقوق در سال آینده خبر داد. مسابقه دو تیم پارس جنوبی جم و گلگهر سیرجان از هفته 18 لیگ برتر در روز 11 بهمن ماه به جای ساعت 15:30 در ساعت 14:45 در ورزشگاه تختی شهر جم آغاز می شود. به گفته رئیس شوراهای حل اختلاف استان کرمان، بالغ بر 6,893 فقره پرونده طی امسال از طریق صلح و سازش مختومه شد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور اعلام کرد در صورتی که افراد کم بضاعت فاقد مسکن زمین داشته باشند، آمادگی داریم که هم تسهیلات پرداخت کنیم و هم در ساخت و ساز به آنها کمک کنیم. فردا هوای کرمان صاف تا کمی ابری و به تدریج با افزایش ابر همراست. دمای هوا هم بین 3 و 12 درجه سانتیگراد متغیر است. شما هم میتونید سوژه‌های خودتون رو از طریق تلگرام به آیدی @sanewsman و از طریق اینستاگرام به آیدی @kermananderline و همچنین از طریق واتساپ به شماره 935 344 005 برای ما ارسال کنید. خدا نگهدار.